درود به شما هموطنان که در هر جای دنیا زندگی میکنید چه در امریکا چه در اروپا و چه در ایران امیدوارم که دلتون خوش باشه و دست خدا در زندگیتون باشه به شادی خداوند همیشه در زندگیتون باشه هفته دیگر اومد, اومد اومدیم خدمت شما عزیزان ایزا برنامه با دعای آغاز بکنیم مثلا خدا ما رو هدایت و ایمایت بکنه خداوند آشو و سپاس به نام پر جلال ایسای مسیح خداوند برنامه ای من تحت کنترل و خودت قرار بده ای خداوند هر چیزی که از زبانم بیرون میاد هر چیزی که از افکارم بیرون میاد ای خداوند نام تور جلال بده برنامه ای من خداوند کنترل بکن به تحت حمایت و خودت قرار بده ها را آماده بکن ها را آماده بکن تا خداوند وقتی کلام تو میشنوند کلام تو برای زندگی هاشون را باشه خداوند رای روشنی که تو نور است خداوند جلال از آن توست ای پدر به نام پر جلال عیسی مسیح شکر میکنم برای یک وقت دیگر شکر می در نام پر جلال عیسی مسیح آمین خب عزیزان امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوب و خوش و سربلند باشید همیشه دنیا همینه یک بار پشت به زین و یه بار هم زین به پشته ولی ما ایرانیا ها معمولا در این روزهای حساس به خصوص در این ماه مایی که همه ای ما همه ای ما نادانسته دانیم گناه میکنیم چون برای اینکه بودپرستی یا به خاطر اینکه بعض یا بعضیا بعض یا که به خاطری که پولی از جمهوری اسلامی میگیرن میخوان آش روغنش رو زیاد بکنن مثلا شما فکر بکنید در یه جایی که مربوط نیست به جمهوری اسلامی مثلا اونجا دیگه حکومت دیگه از حکومت دموکراسیه ما میایم پول میگیریم از جمهوری اسلامی مثلا اونجا هم شلوغ بکنیم بگیم که آقا ما اینجا هستیم که جمهوری اسلامی از اونجا بگه بله دیدین در تمام دنیا ما هستیم چون برای اینکه یک گیده خودفروش پول میدن در همه جای دنیا کارای انجام بدن که مردم دنیا ببینن ولی قبل از که برم صحبت های من شروع بکنم اول بزار شعر منو بخونم به یه چاخ سلامتی با گیلانیام شمالیا بکنیم برای حال شما چطوره امیدوارم که حالتون خوب باشه امیدوارم که زندگی به کامتون باشه امیدوارم که همیشه خوش باشین خب شمالی عزیز امیدوارم که ما رو میبینین از کلامی که براتون میاریم استفاده میکنین به برنامه ما رو سپورت بکنین چی در ایران از ایران چی در اروپا چی در امریکا برنامه های ما رو سپورت بکنین که تا ما بیشتر بتونیم کلام خداوند به گوش اونایی که کلام خداوند هنوز نشنیدن به گوش اونا برسونیم به شما سعیم باشین در کلام خداوند که میدیم برای مردم به گوش مردم برسه شما هم سعیم باشین برکت هم خداوند به شما میده ایمان دارم که وقتی شما این کمکاتون میفرستیم برای ما ایمان دارم که برکت خداوند از آسمان صدها هزار بار بیشتر براتون میریسه این ایمان دارم من خودتون یه بار دو بار آزمایش بکنین میفهمین که واقعا چقدر برکت میگیرین من هم اول اول دعیه که نمیدادم بعد وقتی دعیه شروع کردم تازه فهمیدم که واقعا درای در آسمانی از همه طرف باز میشه خدا نمیذاره تو هیچ وقت بمونی در زندگی چون وقتی برای خداوند خدمت میکنی وقتی برای خدا قدم برمیداری خدا زیر دین هیچ کس از انسان ها نمیمونه بلکه ما فرزندانش این بیشتر به ما کمک میکنه بیزا شعر ما رو بخونیم بیایم صحبت های ما رو بکنیم شعر من از برای صلیب عیسی مسیح میگه یوغ بردگی ما ز دست عیسی برداشته شد در صلیب عیسی رنج های ما برداشته شد از صلیب عیسی جان های ما آراسته شد از صلیب عیسی فکرهای ما وارسته شد از صلیب عیسی جانهای ما از مریض ها پاک شد از صلیب عیسی روحهای ما آماده شد از صلیب عیسی های ما پاکیزه شد از صلیب عیسی فکرهای ما روییده شد از صلیب عیسی گناهان ما بخشیده شد از صلیب عیسی جانها به هم پیوسته شد از صلیب عیسی فکرهای انسان باز شد از صلیب عیسی قلبا با محبت پیوسته شد جملگی دردها و رنجهای ما در خداوند بیگانه شد چون که روی ایسا تابیده در قلبای ما یک جهان خوشحالی و آزادگی در روی ما در بدنها و فکرهای ما افشانده شد تا در آن دنیا جملگی با ایسا تا در آن دنیا جملگی با ایسا زیر تخت فیض او زندگی آماده شد زیر تخت فیض او زندگی آماده شد حقیقتا خدا رو شکر میکنم برای این شعرهایی که من میده من میگم که شما استفاده بکنیم به خداوند جلال پیدا بکنه و واقعا خداوند ما برای ما اونجا زندگی آماده کرد الان بریم برای یه ذره از ایران صحبت بکنیم بعد بیایم کلام خداوند به شما بگیم چون کلام خداوند شیرین تر از همه چیزه بهترین صحبت صحبت کلام خداونده به شما میخواین کلام خداوند بخونین برین تو گوگل گوگل وقتی رفتین کلیک بکنین هر چیزی شما کتاب بخواین میاد ببینید این کتاب مقدس همین به فارسی کتاب مقدس میاد مثلا بزنین آقا ما تاریخ فلان میخوام میان جغرافیا نمیدونم فلسفه هر چی دوست داری فقط یک کلیک بکنین بزنید توی گوگل به برحال ایرانی ها با کامپیوتر خیلی سرکار دارن بخصوص جوان ها راحت میتونین کتاب مقدس منتظر نباشین کتاب مقدس براتون برسه به دستتون توی همین تلفون این تلفون کلیک بکنین براتون باز میشه ما مردم ایران باور بکن هم نمیدونیم چی میخوایم از یک طرف می نالیم میگیم که جمهوری اسلامی آقا باید بره جمهوری اسلامی باید نابود بشه تمام زندگی های ما رو نابود کرد از یک طرف دیگه نادانسته جمهوری اسلامی رو داریم سپورت میکنیم میگیم چطور در آمریکا در اروپا در کانادا یک سری بسیجی میان مثلا پنج نفر چهار نفر بسیجی میان مردمم که مثلا مسلمونن میگه آقا بریم آشورای حسینیه بریم نمیدونم تظاهرات بکنیم یه پولی میدم به پلیس پلیس هم اینا رو سپورت میکنه منظم در دانتان آمریکا سینه زنی را میندازن برای آشورا دولت ایران هم میگه مردم دنیا ببینید شما هی میگی ما هیچکس ما رو قبول نداره ملت ما ما رو نمیخوان نگاه بکنید در امریکا در اروپا در کانادا همه دارن برای ما برای مردم برای نمیدونم دینی که ما داریم اونجا حکومتی که اسلامی داریم ببین برای اسلام چی خودشون تیکه پاره میکنن شما میگین نه ببین ما مردم بایسی هوشیار باشیم دو تا بسیجی میاد اینجا اگه تو مسلمون هم هستی نباید این کار بکنی بری اونجا نمیدونم تو دانتان برای سپورت کردن جمهوری اسلامی بری اونجا سینه زنی بکنی نباید این کار بکنی دو تا بسیجی پول میگیرن از ایران اینا رو سپورت میکنن ما ملت چرا اینقدر گول میخوریم زود شما با این کاراتون تمام دنیا نشون میدین که آقا ما جمهوری اسلامی رو قبول داریم بعدا یه حرف میزنی میگی ناخه ما قبول نداریم ما مسلمان. بابا جان تو این کار داری میکنی مثلا توی بلژیک یه گیده مسلمون انتخابات مجلس شو میدونی اینجا مد دموکراسی مد آزادیه مردم میتونن مسلمون باشه غیر مسلمون مسیحی باشه یهودی باشه نمیدونم با هیچ فرقی نمیکنه تعداد وقتی زیاد باشه یه نماینده میتونه بفرسته مثلا یه نفر میگه مسلمونه میاد میگه آقا این نماینده مثلا میخواد مجلس بشه تو بلژیک یکی از این نماینده مسلمون مثلا بهش رأی دادن رفت توی انتخابات اونجا برنده شد توی مجلس مردم اون مسلمون ها اومدن بیرون میدونی چی میگن؟ میگن که آقا به حکومت بلژیک باید عوض بشه اسلامی بشه ببین چقدر سوی استفاده این مسلمون ها واقعا سو استفاده کردن بابا جان تو اگه میخوای حکومت اسلامی داشته باشی چرا تو از دولت اسلامی ایران پاکستان عربستان نمیدونم هر جای دیگر اومدی بیرون چرا اومدی بیرون نه نه چرا اومدی بیرون اصلا اگه حکومت اسلامی میخواستی خود در کشور خودت میموندی دیگه اومدی در یک کشوری که مد آزادی و دموکراسی حالا شما رو اجازه دادن یکی هم نماینده قبول کردین رفتین تو مجلس میاین تظاهرات میکنیم میگی ما بلژیک باید حکومت اسلامی بشه چقدر وقی هستن بعضیا واقعا وقی هستن سو بیش از حد حکومت اسلامی بشه اینی که الان تو این دانتان امریکا یکی ده بسیجی اومدن بقیه مردم هم گول خوردن رفتن شما یک دونه بگیم مردم ایران یک بار تکلیف خودتون معین بکنید یک بار هم شده در زندگی تکلیف خودتون رو معیم بکنید شما باعثی دشمنای خودتون اونایی که ب... 1400 سال پیش اومدن ملت ایران غلغم کردن کشتن تجاوز کردن نابود کردن ایرانو اسم اونا رو میذاریم حالا کاری به اسمش نداریم میخواین رای اونا رو ادام بدین اسمش هم ما میذاریم تمام دشمن های و حتی منی که مسلمون بودم و موقع نمیدونستم اسم بچه ای منو گذاشتم اسلامی گذاشتم چون نمیدونستیم دیگه ولی حالا که همه میدونین خودتون یک بار بشینین خودتون آزمایش بکنین یک بار هم شده یه تصمیم خوب بگیرین آیا یهودیان میان روز مرگ هیتلر رو ازاداری بکنن خودتون فکر بکنین یهودیان میان یا یهودیان اسم هیتلر رو برای روی فرزندان خودشون میذارن میدونن هیتلر تمام یهودی ها رو کشته تو کره آتشسوزی سوزی انداخته ولی ما میدونیم که اسلام به ما تجاوز کرده زن بچه ایمارت تجاوز کرده ملت ما رو کشت کشور ما رو نابود کرده اسم اونا رو الان میزاریم برای روز مرگ اونا میایم ازاداری میکنیم آقا یه لحظه خودتون بشینیم فکر بکنیم واقعا خودتون بشینیم فکر بکنیم تا کی ما بایسی گول ن... این ندا... ندانستن بخوریم تا کی بایسی داغون بشیم همینجوری بابا ما اینا رو میگیم برای اینکه شما برین دوتا کتاب بخونین روشن بشین ما اومدیم اینجا دوتا کتاب خوندیم بالاخره فهمیدیم برین همون قرآنتون رو بخونین دوتا کتاب های اسلامی بخونین توضیح مسائل های رو بخونین این چی نوشته توش اتا نوش شرم میشه اون توضیح مسائل خمینی و خامنه ای اینا رو بخونه یک بار نمیخواین شما ملت یک بار اسلام دشمن ما بوده و هست هنوزم هست هنوزم ما رو میکشن هنوزم ما رو نابود میکنن شما نمینی القاعده بوکو حرام داعش طالبان اینا همه دارن میکشن چی چه هستن اینا کی هستن اسلامی مگه نیستن اینا نگین اسلامی نیستن شما مسلمون نیستین شما مسلمون نیستین واقعا مسلمون نیستین شما مسلمون یعنی دایش اون دفعه هم گفتم روز مرگ کسایی که ما تجاوز کرده میاییم گریه میکنیم ازاداری میگریم اینی که مثلا یهودی بره برای هیتلر ازاداری بکنه روز مرگش یا روز تولدش جشن بگیره خود نمیگیره معلومه که نمیگیره ببخشید یه صدا من بلنده با احساسات دارم صحبت میکنم ولی واقعا دلم درد میگیره وقتی یه حرفا رو میزنم وقتی این چیزا رو میبینم واقعا ناراحت میشم ناراحت میشم ما باعثی داری خودتون میگین در اصر تکنولوژی هستیم در اصر قرن بیسی هستیم باعثی الان آدم مردم بیشتر بفهمن بیشتر بدونن خو چرا بدن در این رابطه نمیرین تحقیق نمیکنین که حسین و حسن و محمد و تقی و نقی اینا چی بلایی بر سر ایران آوردن چقدر حمله کردن به ایران چقدر آدم ها رو کشتن چقدر کشور ما رو نابود کردن بعد روز مرگشون میریم ازاداری میکنیم اون هفته هم تا فیلم برای تو نشون دادم نادانی تا کجا امیدوارم که چایاتون برا باشه در این چایی میخوریم به برنامه ما رو گوش میدین برحال باور بکنی اینا رو میگم همه آدم آدم واقعا دل آدم درد میاد وقتی این چیزا رو میگم وقتی من در امریکا زندگی میکنم میبینم یکی ده گول میخورن گول این پاستارا رو میخورن این بسیجی رو میخورن میرن سینزنی میکنن در امریکا آقا تو که از ایران فرار کردی از اون حکومت اسلامی فرار کردی گفتی حکومت اسلامی برای من به نمیخوره قانونش آشغاله انداختی تو ظرف آشخال اومدی توی امریکا یه معدن اومدی تو معدن تمدن و توی دموکراسی و آزادی هر چی بیان میخوای بکنی میتونی حرف بزنی کسی کاری به نداره حتی رئیس جمهور فوش بدی کسی کاری به نداره بعدا اومدی اینجا هم دوباره سینی میزنی داری حکومت ایران رو سپورت میکنی نادانسته داری حکومت ایران سپورت میکنی به هم بگی میگی نه من برای حسین میزنم حسین دشمن ما بوده عزیز اگه برای حسین میزنی حسین دشمن ما بوده اصلا ایرانی رو هیچ وقت نمیخواست ایرانیا اصلا قیافشون رو ببینه ایرانیا ها میگفتن باید ایرانی رو بکشین ایرانیا رو باید شکنجه بکنین ایرانی رو باید بیان حمال ما بشن الا ما میایم روز مرگش در امریکا میایم سینه زنی میگیریم در در کانادا میایم سینه میزنیم امریکا دیگه اون امریکا نیست شما بگی امریکا رژیم عوض بکنه امریکا برای یه جا کودتا بکنه نه امریکا دیگه از اون هیتو اومده بیرون دیگه نمیخواد برای یه جایی کودتا بکنه یه جا رژیم عوض بکنه نه اینقدر نفت داره برای این نفتم نمیره به جای کسی بجنگه روزی 20 میلیون نفت تولید میکنه امریکا امریکا الان اینجا میخواد مد آزادی دموکراسی رو پخش بکنه به تمام دنیا اگرم میاد کمپانی های آمریکایی میاد توی کشور تو پایاپای داره برات کار میکنه میاد یک تکنولوژی بهت میده بعد از هم مزدشم میگیره امریکا الان اینجوری شده که هرچی سرمایه گذار دنیا سوی امریکاست اقتصادش اکانومیش بیدین چقدر بالا رفته امریکا دیگه اون امریکا نیست ب... تو وایسی منتظر که رژیم براد عوض بکنه. نه امریکا از نظر اقتصادی باید می جنگه الان رژیم ایران در نظر اقتصاد تحریمه خب الان که داره میفته شما باید بیاین بیرون الان از این موقعیت استفاده بکنید واقعا خنده دار نیست ما مثلا ببینم اینجا تو دانتان لس آنجلس یکی دو یهودی اومدن روز مرگ هیتلر دارن میگن هیتلر چرا مردی گری و زاری بکنه هیتلر که مثلا این همه آدم کشت برین بخونی نظر مسلمونا اسلامی هم اینقدر ما رو کشتن اینقدر تجاوز کردن به ما ما نمیدونم چرا اون کسایی که دشمن ما بودن برای اونا سر کله میزنیم سر سینه میزنیم عذا میگیریم نمیدونم واقعا نمیدونم من البته میدونم چه من نباید این کار بکنم نمیکنم به هیچ وقتم نمیکنم خدا رو شکر که عیسی مسیح را رو به من نشون داد که با خدا چجوری دوست بشم با خدا چجوری رابطه داشته باشم عیسی مسیح اومد که ما رو با خدا نزدیک بکنه و خدا بگه که خدا پدرتونه شما میتونید با بابایتون راحت صحبت بکنید هیچ احتیاجی ندارین که بخواین رو سرکلتون بزنین داغون بشین داد و فریاد بکنین نه آدم وقتی میدونه بابا داره میره پیش باباش میگه گرفتاری های خودش میگه از سپورت باباش استفاده میکنه اینه احتیاج هم ندارم از دشمن خودم که دشمن منه برام براش عذاب بگیرم اصلا یادی دیگه از اون نمیکنم. به هیچ نفرت هم دیگه از هیچ کس ندارم بگم چون اون قبلا اومدن ما رو کشتن نه عربای عربستان نفرن ندارم از عربای هیچ کس عربا نفرن ندارم نه اون موقع بودن الان هم ما رو بخشیدیم رفت همه دارن با ما در سل و صفا زندگی میکنن خودشون هم فهمیدن که اشتباه بود چرا الان حمله نمیکنن الان جور دیگه اسلامی ها از کشورهای دیگه میان حمله میکنن مثل داعش مثل بوکوهرام مثل طالبا مثل القاده. دیروز هم ننیلوین بود اینجا همون برجای های دو زده بودن سه هزار آدم مرده بودن بریم یه سرود گوش بدیم بیایم درس ما شروع بکنیم پشت در نشسته خدای زنده عاشقونه میخواد بیا تا به همیشه تو زندگی تو بمونه مسیح ما نور نجاته و از محبت و سروره کنار ایسای خدا و از ما غم و غصه بدوره حیات و میده به قلب تو مسیحا یه رنگ و روی عاشقونه میگیره چشم تو دنیا شکر و سپاس خدای زنده بهر تولد دوباره این که روح خدا برای ماهدیه ای تازه داره شسته خدای زنده آشغونه میخواد بیا تا به همیشه تو زندگی تو بمونه مسیح ما نور نجاته بر از محبت و سروره کنار ایسای خدا و از ما غم و غصه بدوره حیات جاودان میده هدیه به قلب تو مسیحا یه رنگ و روی آشقونه میگیره چشم تو دنیا شکر و سپاس خدای زنده بهر تولد دوباره این که روح خدا برای ما هدیه ای تازه داره ملت ایران امیدوارم که نشستین چایاتونو برداشتین البته در اروپا الان غروب در ایران شب چایاتون نشستین دارین میخوریم و کلام خداوند دارین گوش میدین تا الان هم نشستیم به برنامه ما رو از اول دیدین اگه ندیدین دید یه ذره رابطه با ایران صحبت کردیم یه ذره رابطه با سینزنی که در امریکا سینزنی برا انداختن چند تا بسیجی اومدن گفتیم که آقا سپورت نکنین جمهوری اسلامی رو وقتی شما سپورت میکنین جمهوری اسلامی رو در تمام دنیا نشون میدی که آقا ما ببین همه مردم ایران ما هر جا باشن میخوان حکومت اسلامی رو میخوان وقتی شما در امریکا و کانادا و اروپا میرین عزای حسینی میگیرین همین میشه اینی که بگیم مثلا اینو گفتیم که هیتلر بره مثلا هیتلر که مرد یهودی ها برن برای هیتلر روز مرگش عزاداری بکنن که همچین چیزی نمیشه بس ما هم همچین کاری دیگه نکنیم لطفا برای دشمن خودمون نریم عزاداری نکنیم لطفا برین بخونین خودتون خودتون متوجه میشی ما الان میخوایم از کلام خداوند براتون بخونیم که کلام خداوند برای زندگی های ما راست شادی سرمایه است آرامش همه چی هر چی میخوای در زندگی این راه رو را به این نشون بده کلام خداوند اینه که راه زندگی رو را با آدم نشون بده با خدا ما رو رفیق بکنه با خدا فرزند بکنه بابای ما بشه خدا که راحت بتونیم با این صحبت بکنیم حال بکنیم با این خداوند نه خدایی که دور 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 ما نمیبینیم ای زجه بزنیم خدا کجا هستی تو نه خدا همینجا پیش توه بگی بابا خدا خدای من بابا جان کجا هستی پیشت میاد این قدیم بابا میربونه واقعا میربونه این بابا اگرم یه دفعه دیدی خدایی نکرده بد پیش میاد توی زندگی بدون که بدون اینو که خداوند اونو به خیریت تو تبدیل میکنه اینم متاسفم که بگم که اون دختر برای تماشای فوتبال میخواست بره شش ماه زندانی دادن و خودکشی کرد خودسوزی کرد اینم متاسفم واقعا برای جوانای ایران متاسفم برای زنهای ایران متاسفم واقعا که نمیتونن در یک کشور خودشون آزادانه زندگی بکنن واقعا متاسفم روزی باشه که این آخوندان ننگا برن تا ملت ایران با آزادی چی زن چی مرد با آزادی بره مثلا ورزشگاه برای خودش فوتبال نگاه بکنه با آزادی کتاب خودش بخونه دین خودش انتخاب بکنه در نام عیسی مسیح دعا میکنم که یک روز اون روز به زودی بیاد که مردم ایران آزاد بشن از دست این رژیم بتونن راحت هم دین خودشون انتخاب بکنن رای خودشون انتخاب بکنن برم ورزش آزادان نگاه بکنن دیگه زوری در کار نباشه به نام عیسی مسیح به زودی میشه هم چیزی بریم حالا درس ما رو شروع بکنیم خب ببخشید من صدام بلند یه ذره اینجوری با احساسات صحبت میکنم بلا دارم داد نمیزنم با احساسات صحبت میکنم چون دلم واقعا دلم میخواد که ایرانی سر بلند و سر باشه این حقیقتا میگم اگه در دو... کشور بیرون از ایرانم میبینم بچه های ایرانی میرن مثلا سرمایدار میشن میرن مقامای میگیرن معروف میشن خدایش افتخار منه واقعا از خدا میخوام که پشتیبان همه ای ما باشه میخوام امروز از لغا دوازده از لغای دوازده از کتاب مقدس از آیه سی پنج براتون بخونم میگه آماده باشید عیسی مسی میگه آماده باشید کلامی که خداوند وقتی درس میده الان اینجا زده آماده باشید یعنی به شاگرداش به مردم دنیا میگه آماده باشید درم همینه براتون میخونم الان میگه همواره لباس برتن برای خدمت آماده باشید عیسی مسی میگه میگه مانند خدمتکارانی که منتظر منتظرن اربابانشان از جشن عروسی باز کردن و حاضرن هر وقت که برسد در بزنند در را به رویش باز کنن. آماده هستیم ما که هر وقت ایسای مسیح بیاد ما آماده باشیم در باز بکنیم براش نکنه غافل بشیم از اون روز که خداوند ما ایسای مسیح بیاد منجی ما از آسمان بیاد ما غافلگیر گیر باشیم خوشا به حال خدمتکارانی که وقتی اربابشان میآید بیدار باشند بیدار هستیم واقعا باید الان هوشیار و بیدار باشیم آماده باشیم وقتی روزها روزهای آخره چرا برای اینکه همه وقایا داره نشون میده روزها روزهای آخره من نمیگم الان فردا روز آخره نه اون خدا میدونه من و شما نمیدونیم ولی خود عیسی مسیح دو هزار سال پیش میگفت که آماده باشید یعنی دو برای خداوند زمان هیچ امیت نداره اصلا زمانی وجود نداره برای خداوند شما وقتی میرین از این جو بیرون میخوایم برین اون دنیا زمان وجود نداره مثلا مرد سه روز مرده بود و رفت اون دنیا وقتی به اوش اومدن دعا کردم به اوش اومد میگم من همه سه تا پنج دقیقه رفتم اونجا پونزده دقیقه رفتم یعنی هر روز پنج دقیقه این زمانی وجود نداره اون طرف یقین بدانی که او خود لباس کار برتن کرده آنان را بر سر سفره خواهد نشان میخواییم اون روزه ببینیم که عیسی مسیح اومده ما با عیسی مسیح رو بودشیم یا با عیسی مسیح سر سفره بشینیم قافل نشیم که این زرق برق این دنیا ما رو بکشونه به طرف خودش به پذیرایی از ایشان خواهد پرداخت سفره ای بشینیم که خداوند از ما پذیرایی بکنه منجی ما از ما پذیرایی بکنه سر سفره یه مردی بود پسری بود نمیخوام طولانی بکنم فقط یه تیکه میگم یه پسری بود توی مسلمون بود توی دانشگاه خود دانشگاه بالاخره رفیق رفیقای مسیحی همه جور هستند بعد یه رفیق مسیحی داشت که بهش بشارت داده بود که اون گفته بود نه خیلی سرسختی کرده بود این قصه درازه ولی کوتاش میکنم خیلی کوتاه بعد از نمیدونم اینقدر دیگه با اون پسر دعوا گرفت که گفت نمیخوام تو رو ببینم دیگه نمیخوام از مسیحیت بشنوم یک شب خام میبینه میبینه که در آسمان یک دری هست اندازه خودش اون طرف همه روی سفره شام نشستن خودش نمیتونه وارد اون سفره بشه وارد اون در بشه بره تو اون سفره خدا فهمید که سفره خداوند اونجا برای سفره شام خداوند بود درم فقط اندازه خودش بود بعد اومد کتاب مقدس خون به عیسی مسیح ایمان آورد طولانی البته من فقط یه چیزی گفتم که اینجا گفت خداوند زیر روی سفره خداوند بشینیم به خداوند از ما پذیرایی بکنه چقدر پذیر واقعا چقدر روی آدم شاد میشه وقتی با خداوند بشینه سر سفره بله خوشحال خوشا آن غلامانی که وقتی اربابانشان میآیند بیدار باشند میگه خوشا آن اون خدمتکارانی که مثلا مثلا ما که خدمت داریم میکنیم میگه خوشا بالا مام نباید اونایی که ایمان آوردن اونام خواب خرگوشی برن اونام با همه, همه باید آماده باشن به ما داره میگه مثلا شما خوشا بالا آن کارمندان یا خادمین یا غلامان هرچی ما غلام عیسی مسیح هستم آماده باشن که وقتی میاد خداوند میاد من آماده باشم خان نیمه شب باشد خواست بیده هیچ فرقی نمیکنه چی صبح زود باشه چی شب باشه چی غروب باشه هیچ فرق نمیکنه یعنی هر لحظه عیسی مسیح میگه هر لحظه باید آماده باشی آماده باشی که من آمدن من ببینی اگر صاحب خانه میدانست که دوز چی وقت میآید بیدار میماند و نمیگذاشت وارد خانه شود، وقتی یه دوز میاد بخونه اگه صابخونه خونه بدونه این میخواد اینجا دوز بزنه که نمیخوابه که بس نمیدونه میخوابه یه دوه دوز اومد همه چیزش برد خداوند عیسی مسیح هم همینی میگه میگه نباشه یه دوه شما بخوابین من اومدم غافل بشین از همه چیز همانگونه نیز زمان دقیق بازگشت اربا معلوم نیست یعنی میگه بازگشت من معلوم نیست چه ساعتی میام شما ولی آماده باشید بنابراین شما نیز آماده باشید زیرا من مسیح موعود هنگامی باز خواهم گشت که کمتر انتظارش را دارید عیسی مسیح همه رو میدید اون موقع الان هم میبینه میگه شما هنگامی که من مسیح بیام اینجا خیلی آدم های کمی انتظار دارن که من بیام بیدارن سعی بکنیم همه ما بیدار باشیم وقتی عیسی مسیح میاد قافل نشیم ما که نمیخوایم به دور از خدا زندگی بکنیم اون دفعه هم گفتم جهنم اینه که شما دور از خدا باشین در یک سرای شما رو بیندازن در اون سرات تنها باشین با هیچ کس هم صحبت نکنین حالا ما تا اینجا رو در نظر میگیریم حالا اون جهنم دیگه من نمیدونم چیه واقعا هم نمیدونم و نمیخوام بدونم من میخوام با خدا باشم پیش خدا باشم میدونم جایی که خداونده جایی که عیسی مسیح است اونجا خوبه جای بهترین جای این کهکشانه چاییتون دیگه به راه هست دیگه یه چایی بزنیم پتروز از عیسی پرسید خداوندا آیا این را فقط برای ما میگویی یا برای همه میگویی بچه هایی که باش بودن باش قدم میزدن شاگردها همش از این سوال میکردن چون نمیدونستن واقعا نمیدونستن متوجه نبودن اصلا نمیفهمیدن که عیسی مسیح چی داری میگه بارها چیزایی که میگفت همه رو با مثال به اینا میگه متوجه نمیشدن هی میان سوال میکنن خدا دوست داره شما ازش سوال بکنید عیسی خداوند در جواب فرمود این را به هر خدمتکار امین و آگاهی میگویم که اربابش او را برای سایر خدمتکاران میگمارد برای همه داره میگه کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن خوشا به حال اونایی که ایمان آوردن این گفتار میگه برای همه داره میگم اونایی نه برای همه مثلا کسایی که دین دیگه داشته باشن نه باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشی که وقتی عیسی مسیح میاد تو آماده باشی خدا عیسی مسیح همینه داره میگه و آقا امین و آگاهی میگویم که اربابش او را بر سایر خدمتکاران میگمارد تا در غیاب خود خوراک و آزغو را به موقع به ایشان بدهد وقتی میگیم من نیستم حالا در غیاب من خادمینی که هستن ایماندارانی که هستن به کسایی که ایمان ندارن بشارت بدن خوراک اینه کلام خداوند به اینا بدن که همه متوجه بشن عیسی مسیح گفته های مسیح رو بدونن مردم به خصوص ما ایرانی ها ما داریم برای ایرانی ها بیشتر میگیم برای همزبان های ما به خصوص برای شمالی ها برای همه کس من شمالی هستم برای نه برای شمالی میگم فارسی دارم صحبت میکنم با که برای همه ایران باشه ما وظیفه داریم وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردیم غذا یعنی این عیسی مسیح میگه غذا یعنی غذا کلام خداوند که به شما برسونیم شما هم از این غذا بخورین از این کلام بفهمین به عیسی مسیح بشناسین به عیسی مسیح رو به قلب دعوت بکنین که نباشه غافل باشیم ایسای مسیح بیاد ما غافل بشیم خوشا به حال چنین خدمتکاری که وقتی اربابش باز میگرد باز میگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند مس، یه مثال دارم میزنم من مثلا اینجا خدمت, خدمت دارم میکنم می ایسای مسیح همینی میگه خوشا به حال آن کسی که من بیام وقتی الان اینجا مثلا حالا اگه عیسی مسیح بیاد میبینه مثلا شاپور داره کلام خداوند کلام عیسی مسیح برای ایرانی میگه. میگه میگه خوش حال اون آدم ها بس هر کدوم شما به عیسی مسیح ایمان آوردین اگه این کلام برای همه بگین میگه خوش حال شما که وقتی من آمدم شما رو در حال خدمت کردم ببینم اینی که مثلا ای کارمندی کارمنده بعد مثلا سابکار کار وقتی میاد میبینه ای کارمنداش همه دارن کار میکنن خوشحال نمیشه میگه خسته نباشین واقعا خسته نباشین دستون در نکنه چجوری تشویق میکنه الان که زمینیه اون که عیسی مسیح منجی عالم اگه بیاد آخر زمان ما آماده باشیم اونم بخصوص مثلا الان مثلا من خدمت دارم میکنم و روی خدمت من بیاد ولی ممکن است آن شخص با این تصور که اربابش به این زودی ها باز نخواهد گشت به اذیت و آزار زیر دستان خود ببدازد و وقت خود را به ایش نوش بگذراند اینی آدمایی که میگن ما خدا پرستیم بعدم میرن برای خوشون خوشی دارن میکنن ایش نوش میکنن مردم آزار میدن میگن بابا عیسی مسیح الا کجا میاد دو هزار سال پیش عیسی مسیح گم من دارم میام ولی اومد نه نیومد حالا کی می بریم عشق نوش شما رو بگونیم ویزا بریم سر اینو کلا بزنیم سر اونو کلا بزنیم ولی این دنیا بچسبیم ده تا خونه داشته باشیم خداوند از سرمایدار بودن شما هیچ رنج نمیبره از خداشی که فرزندانش پولدار باشه فرزندانش در این زمین بیاته ولی میگه که از اذیت آزار به کسی نکنی مثلا من ناروا پول در نیارم سر کسی رو کلا نزارم پول در بیارم و الا برم کاسبی بکنم یا بیزنس بکنم کاری ما نداره خداوند بیشتر برکت میده به اون بیزنس به خصوص که ده درصد خود بدم خداوند راضی میشه به اون که ده خدا به پولای ما احتیاج نداره به قربانی های ما احتیاج نداره من یه خروس سر بزنم من یه دونه نمیدونم الان یک میلیون دلار بدم نه اگرم پول میدیم به تلویزیون به خاطری که کلام خداوند پخش بشه و مردم بیشتری نجات پیدا بکنن که الان عیسی مسیح داره همینه میگه وقتی من آمدم شاپور نویی داره این غذا رو به مردم میده و ایده بسیاری به طرف عیسی مسیح میاره این خداوند داره میگه آنگاه در روزی که انتظارش را ندارد اربابش باز خواهد گشت و او را از مقامش برکنار کرده به جایی خواهد فرستاد که افراد نادرست و خواهیم فرستاده می شود خدا نیاره اون روزو که خداوند بیاد مثلا اینجا ببینه که من اصلا اذیت آزار دارم میکنم نه اینکه کلام خداوند نمیرسونم بلکه اذیت آزارم دارم میکنم همه رو سر همه رو میذارم عشق نوش میکنم برای من بی خیال همه الان میگم عیسی مسیح نمیاد نباشه اینجوری باشه میگه وای بالا حال آن کسی که این کارا رو بکنه به جای فرستادی میشه که خائنین اونجاست من نمیدونم اونجا کجاست اینو خداوند داره میگه ولی جای خوبی نیست اینه میدونم که جای خوبی نیست آن خدمتکاری که وظیفه خود را بداند و به آن عمل نکند به سختی مجازات خواهد شد معلمین کلام مقدس اینا خیلی وظیفشون سنگینه همینه داره خدا میگه آن خدمتکاری که وظیفه خود را بداند و با آن عمل نکند به سختی مجازات خواهد شد مثلا من به مسیح ایمان آوردم به هیچ بشاره نمیدم میگم خودم مسیحی شدم آزاد شدم دیگه بعدم برم برای خودم حال بگونم عشق بگونم هر چی دوست دارم یا مردم به انعراف بکشونم کلام به درستی به مردم ندم به انعراف بکشونم مردم ها میگه وای و آدمی اون کسی که نمیدونه باز کمتر مثلا معکومیتش کمتر از منی که میدونم هست من محکومیتم ده برابر بیشتره اما اگر کسی ندانسته عمل خلافی انجام دهد کمتر مجازات خواهد شد همینی که الان گفتم اونی که نمیدونه کمتر مجازات میشه تا منی که میدونم من ده برابر مجازات میشم به هر که مسئولیت بزرگتری سپرده شود بازخواست بیشتری نیز از او به عمل خواهد آمد هر کسی که خودش میدونه که استاد معلم الهیات در این بیشتر مقام داره میسه کشیشان میسه خیلی هایی که بیشتر میدونن به اونا داره میگه میگه هر که مسئولیت بزرگتری سپرده شود بازخواستی بیشتری نیز از او به عمل خواهد آمد اینی که سر کار از منیجر بیشتر میخواد سابکار تا از من کارگر اینجام داره عیسی مسیح همینی میگه میگه که اون کسی که بیشتر میدونه از او بیشتر انتظار داره مثلا از یک کشیش انتظار داره که یک کلیسای مثلا صد هزار نفری دو هزار نفری داره بیشتر از اون انتظار داره می خداوند اونو گذاشت اونجا منیجر کرد یا سوپروایزر کرد که میدونه که این میتونه صد هزار نفر رو یا یه میلیون نفر رو تحت کنترل خودش نگه داره و بتونه غذا به اونا بده میتونه اونا رو سرپرستی بکنه خداوند این داره میگه با منیم هم که مثلا یه دونه کارمند کوچیکم با من هم همون انتظار اون کارمندی رو داره هر که امانت بیشتری نزده هر که امانت بیشتری گذاشته شود مطالبه بیشتری نیز خواهد شد مثلا شما فکر بکنین میرین بیزنس بکنین یه نفر صد هزار دلار سرمایه گذاری میکنه یه نفر یه میلیون دلار سرمایه گذاری میکنه یه نفر ده میلیون دلار یا یه نفر مثلا یک میلیارد دلار اینا رو که میگه یعنی بیشتر سهم میبره بیشتر انتظار داره که ببره عیسی مسیح هم همینی میگه روی دوش هر که بیشتر گذاشت همونی میگه میگه من آمدم تا بر روی زمین آتش داوری بیافروزم خداوند داور ماست آخر زمان عیسی مسیح داوری میکنه و دا داوری بیافروزم و کاش هرچی زودتر این کار انجام شود خدا دوست داره که همین حالا بیاد داوری بگونه اونایی که هستن ببره ولی خداوند میخواد فرصت میده به ما که ایده بیشتری به عیسی مسیح ایمان بیارن خداوند هر روزه داره به ما فرصت میده که ما برگردیم به خودش غافل نباشیم ما برگردیم به خداوند به خاطر همونی کلام الان ماواره اومده دیگه نمیدونم این همه مدیا و دیگه سایدهای های مجازی و تلویزیون اینا اومدن دارن این کلام میگن خداوند میدونست یه روزی همه این چیزا میاد و سری کلام به هم گوش همه میرسه اینه میدونست گفته بود که هر وقت دیدین که کلام خدا به گوش همه رسید اون وقت دنیا به پایان خواهد رسید پس بس الان روزای آخره چون همه کلام دارن میشنون هر چی زودتر با که به عیسی مسیح ایمان بیارن نجات پیدا میکنن ما بایستی بیشتر سعی بکنیم بیشتر کار بکنیم برای خداوند که مردم بیشتری بیاریم به طرف خداوند و از جهنم از دست شیطان آزاد بکنیم اونا رو چقدر آدم خوشحال میشه وقتی الان میبینم که ایران هر روزی میگن هزار نفر خدا بکنی بیشتر باش از این هزار نفر به عیسی مسیح ایمان میارن و هر کسی هم به عیسی مسیح ایمان میاره در ایران و میچشه که این کلام چقدر شیرین و زندگیش تبدیل میشه هیچ وقت دوست نداره زندگیش عوض بکنه به هیچ چیزی دوست نداره عیسی مسیح را عوض بکنه اینه کلام شیرین میوه خوشمزه کلام غذای خوب اینه یه یعنی نفر چلو کباب دوست داره یه یعنی نفر خورش دوست داره هر چی دوست دارین در اون حد لول بالای بالا این کلام همونه میگه آیا تصور میکنید که آمدم آمدن من باعث و آشتی مردم با یکدیگر میشود نه بلکه به خاطر من مردم با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد الان نمیبینی مثلا دختر ایمان میاره میره به پدر مادرش میگه پدر مادره میزنه تو گوشش تو کافر شدی برو بیرون میگه بابا من ایمان آوردم که رای درست برم دیگه رای خطا نمیرم از دست شیطان آزاد شدم اومدم تو دست خداوند اینه خداوند میگه میگه با هم دیگر اختلاف پیدا میکنن اینه که میگم کلام خداوند همین حالا برای زندگی ما درسه هر وقت بخونی کلامش زنده است در هر غرنی بخونی نه بلکه به خاطر من مردم با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد و خانواده ها از هم پاشیده خواهد شد و دو نفر به جانب من خواهند بود و سه نفر بر ضد من مثلا تو یک خانواده دو نفر ایمان میارن سه نفر ضد مونن. ما الان مثلا در این جمهوری اسلامی در این کشور اسلامی ببینیم مسیار رو میکشن بر علی ما مسی عیسی مسیح میدونست که وقتی من به عیسی مسیح ایمان آوردم و کلامش میخوام پخش بکنم آدم های بسیاری بر ضد من میشن بشن ولی من شیرینین کلام پیدا کردم غذای خودم پیدا کردم خداوندم رو پیدا کردم چیزی که میخواستم با خداوند میخواستم خدای اصلی رو بشناسم شناختم با خدا که بابای من بشه بابای من شناختم اینه خوبی بشه اختلاف بشه خداوند اینا رو میدونست زودتر از همه به ما گفت اینها رو در کلامش که بدونیم این چیزا میشه منی که ایمان آوردم میدونم همه وقتی سر کار من هستم همه بی ایمانم من یه نفر با ایمان دارم به خداوند وقتی به اینا پیام میدم همه بر علی من میشن بس چی بر علی من میشن چون من برخلاف نظر اونا هستم من عیسی مسیح به اینا معرفی میکنن ولی اونا نمیخوان این دنیا رو دوست دارن عاشق این دنیا من که دعوا نمیتونم بگیرم من فقط کلام خداوند به اینا میرسونم خودشون باید تشخیص بدن که کلام خدا رو وایسی من به کلام خدا به این هم وقتی به عیسی مسیح امام یاری زندگی دعوض میشه هستن واقعا زندگی که قبلا داشتی دیگه نداری اصلا اون آدم سابق دیگه نیستی تازه میفهمی شیرینی زندگی رو میفهمی عاشق این زندگی میشی کسی که میخواست خودکشی بکنه دیگه خودکشی نمیکنه وقتی به عیسی مسیح ایمان بیاره عاشق این زندگی میشه به خانواده از هم پاشیده خواهد شد دو نفر به جانب من خواهند بود سه نفر بر ضد من نظر پدر خانواده درباره من با نظر پسرش متفاوت است پسر میاد میگه میبینم به این خانواده میبینه مثلا یه پسر یا یه دختر ایمان میاره در اون خانواده اگر راهی اختلاف مثلا خلاف میرفت اذیت میکرد میبینه که این بچه عوض شده ساکت شده با محبت شده خیلی کارکون شده نمیدونم همه چیش درسته میگه پسر چی شده یا دختر چی شده که تو یه 180 درجه فرق کردی بعدا مثلا پدر پسر اونجا میگه دختر میگه بله من به عیسی مسیح ایمان آوردم میگه چی میگه بله به عیسی مسیح ایمان آوردم عوض شد. میگه تو غلط کردی به عیسی مسیح ایمان آوردی میزنه تو گوشش بابا تو خودت داری میگی این 180 درجه فرق کرده پسری که شر بوده دختری که شر بوده الان اومده به رای راست با محبت شده با آرامش میاد پیش تو کمکت میکنه لبخند میزنه با تو صحبت میکنه دوستی میکنه بعد بهش میگی غلط کردی میگم که شیطان به حدی مار گرفته نمیخوان ما از دستش فرار بکنیم بریم به دست خداوند ما متفاوت خواهد بود همچنین مادر با دختر از روز با مادر شوهر شوهر اختلاف همه شوهر او یکی یکی همه با هم اختلاف پیدا میکنن وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری فکر میکنه میگه آقا ما که مثلا یه نفر مسلمونی میگی ما میگه دیگه خاتم انبیا رو داریم تا الان میگی ما رو بریم آقا نه بابا اون خاتم انبیا نبود اصلا پیام آور نبود اون چی میگیم آخه شما به عقب چیه خودتون میگین عیسی مسیح پیامبر اولوالعز وقتی تو این پیامبر قبول داری چرا به نام عیسی مسیح دعا نمی کنی یک بار آزمایش بکن فقط یک بار آزمایش بکن بگو این همه که به اینو و محمد و حسن و تقی و نقی دعا کردم یک بار آزمایش بکن برو با عیسی مسیح صحبت بکن دعا بکن به نام عیسی مسیح ببین چقدر تغییر میکنی سپس رو به جماعت کرد و فرمود عیسی مسیح وقتی میبینید ابرا از سوی مغرب میآیند میگویند که باران خواهد آمد و همونطور نیز میشود و اینگامی که با باد جنوبی میوزد میگویید که امروز هوا گرم خواهد شد و همان گونه نیز میشود ای ریاکاران به اون موقع به خاخاما میگفت الان این آخوندهایی که ریاکارن همه میگن ما خدا پرستیم که اصلا خدا را قبول ندارن با شیطان دارن را میرن به این ر... اونا میگفت میگفت ای ریاکاران شما قادرید و آب و هوا را پیش بینی کنید اما نمیخواهید تشخیص دهید که در چه زمانی زندگی میکنید و نمیخواهید درک کنید که رویدادهای حاضر این زمان چی بلاهایی را هشدار میدهد می شما میبینید تمام دنیا داره چی میشه زلزله سونامی نمیدونم بادهای شدید این همه بلایا داره میاد آتش سوزی اینا رو داره خداوند میگه هوشدار داره میده به همه ما ما باید الان آماده باشیم این هوشدارا رو بگیریم نکنه وقتی دیر بشه همین بالا گفت وقتی دوز بیاد خانه رو بزره ما بیدار بشیم اه تمام زندگی ما رفت نکنه زندگی ما بره آماده نباشیم وقتی عیسی مسیح بیاد زندگی رو ببازیم بعد خودش اون بالا گفت گفت به جای خواهد رفت که تمام خائنین اونجاست هستن جای خوبی نباید باشه دیگه اسمش هم نمیگیم چی از چی نیست ما نمیدونیم چی که بگه جای خوبی نیست هرچی هست میگه رویدادهای حاضر چی بلاهایی را هشدار میدن چرا نمیخواهید حقیقت را بپذیرید چرا نمیخواید حقیقت این کلام را باشید داره به شما هشدار میده هموطن من یک بارم شده برو این انجیل بخون توی گوگل سرچ بکن کتاب مقدس منتظر نباش کتاب مقدس یه نفر برات بیاره کتاب مقدس میاد یا هر ساید مسیحی بری کتاب مقدس برات میاد بخون اینو داره خداوند میگه هشدار داره میده میگه این حقیقت باید پذیرا باشی نکنه دیر بشه زندگی تو ببازی زندگی هیچ تضمین به این نداده که دو دقیقه دیگه تو زنده یا مرده نیم ساعت دیگه زنده یا مرده این زندگی چه ارزش داره زندگی که هفتاد هشتاد ساله ای کاش من من نوعی در جوانی 20 سالگی 18 سالگی به عیسی مسیح ما می آوردم اون موقعی که صلیب عیسی مسیح رو در 18 سالگی دیدم ولی غافل بودم نمیدونستم خداوند در ساختمونی که می ساختیم سال 1974 صلیب و عیسی مسیح به من نشون داد ولی من متوجه نبودم ای کاش اون موقع متوجه بودم به عیسی مسیح ما می آوردم چقدر زندگی من راحت میرفت اینقدر دیگه آدم سختی نمی کشید در زندگی وقتی عیسی مسیح رو به قلبت میاری از عیسی مسیح رهنمایی میخواهی خواهی عیسی مسیح به نشانه نشون میده راه رو برات باز میکنه عیسی مسیح که زندگی های ما رو عوض میکنه عیسی مسیح است که راه زندگی رو به ما نشون میده عیسی مسیح است که آرامش به ما میده ایسای مسیح است که گناهای ما را پاک میکنه عیسی مسیح است که ما را از جهنم رهایی میده عیسی مسیح است که به ما غذای حقیقی میده غذای نشرال بغل اینجا ارگانیک میده به ما به این ایسای مسی باید به چشم امروز ایمان بیاریم اینقدر میبینین زندگی ها آشفته است میبینی همیشه جنگ در زندگی چقدر زن و مرد با هم دعوا دارن چقدر خانواده ها با هم جنگ دارن چون شیطان کارش جنگ نابود کردن ما هست. شیطان چشم نداره انسان رو ببینه که خوب زندگی بکنه چون تمام انسان ها رو که خدا آفریده فرزندان خدا خدا پدر ماست همونجور که پدر آدم بود آدم اولی بود که سرغفلی زمین دو داد به دست شیطان بیاین امروز به عیسی مسیح ایمان بیارین به این خداوندی که میخواد زندگیاتون تبدیل بکنه میخواد در زندگی شادی داشته باشین میخواد در زندگی آرامش داشته باشین اینقدر جنگ نداشته باشین با هم حقیقت کلام در کتاب مقدسه این دین های کذایی اومدن ما رو به بیرایه میکشونن اینقدر به بیرایه میکشونن که ما برای دشمنای خود میایم سینه خودمون رو چاق میدیم سر ما رو غمه میزنیم نمیدونم زنجیر میزنیم به تمام بدن ما رو خونی و مالی میکنیم عقل ما رو از ما میگیره ده. شعور ما رو از ما میگیره شیطان کارش همینه که ما از حقیقت دور شویم به حقیقت هیچ وقت نزدیک نشیم کاری نمیکنه که ما به حقیقت بشناسیم چون نمیخواد چطور به شما میگن شما مسلمونین قرآن باید به عربی بخونین نفهمین که توش چی نوشته کار شیطان همینه چون کلام خدا نیستون اگه کلام خدا بود به این نمی گفت نخون این انجیل کلام خداست به همه زبانات ترجمه شده به همه میگه بخونین تا بفهمین تا خدای زنده رو بشناسین و به این خدا ایمان بیارین تا زندگیاتون عوض بشه تا واقعا بدونین که زندگی چیه واقعا بدونین زندگی چقدر لذت بخشه با این خداوند وقتی راه رفتن چرا ما نمیخوایم چرا از حقیقت دوریم چرا الان زندگی ما در ایران نابود شده است چرا زندگی ما اینقدر داغونه در ایران چرا اینقدر بدبختی داریم در ایران میکشیم برای اینکه از حقیقت دور شدیم و حقیقتی که ما میان به شما میگیم نمیخواین حقیقت رو بشناسین این کتاب بخونین تا واقعا خدای حقیقی رو بشناسین تا واقعا خدای حقیقی رو بشناسین زندگیاتون عوض بشه آرامش زندگی داشته باشین بفهمین که زندگی اونی نیست که ما زندگی داریم الان داریم میکنیم زندگی است که با عیسی مسیح وقتی را شادی و آرامشه عیسی مسیح به نمیگه یه جا برو در یک رفت بشین نماز بکن در یک وقت معیم بیا دعا بکن نه هر جایی که هستی هر موقعی که هستی میتونی با این خدا راز و نیاز بکنی دردایی تو رو بگی خالی بشی از این خدا پر بشی رنمایی میکنه تو رو صدای این خدا رو بشنوی فرشته های خداوند میاد کمکت میکنن این همه دارن توی کشیشا دعا میکنن از ایران زنگ میزنن یه نفر نازاست بچه دار میشه یه نفر سرطان داره شفا پیدا میکنه کار خداوند ما اینه که ما به سلامت زندگی بکنیم مریضی از خداوند نیست اگه مریضی از خداوند بود که خدا شفا نمیداد که مریضی از شیطانه درد و بدبختی از شریر و شیطانه که نمیذاره ما از زندگیش بیایم بیرون بریم به خدا بچسبیم به حقیقت بچسبیم به زندگی آرامشی که داره بچسبیم به اون زندگی که خداوند میخواد به ما بده بچسبیم امروز بیایم بگی ای خداوند واقعا خسته شدم از این زندگی خدایا یک رای برم باز بکن رای حقیقی هم ایسای مسیحه بگو ایسای مسیح به قلبم بیا امروز میدونم گناه های من رو تو با خون شستی میدونم روی صلیب رفتی به خاطر من زش کشیدی کشته شدی بعد از سه روز زنده شدی از مردگان برخواستی به خاطری که منم زنده باشم با تو منم زندگی بکنم با تو امروز بیا نجات دهنده ای من باش امروز بیا زندگی منو تبدیل بکنه خداوند از این درد و بدبختی منو نجات بده بیرون بیار از این بدبختی خدایی که منو آفریدی امروز اون عشق زندگی رو بیار در زندگیم دوست دارم که با تو باشم با بابام باشم نه با بیگانه باشم زجر بکشم واقعا امروز این دعا رو بکنین چون کارگردان ما اون ساعت معکوس هم گذاشت میگه یعنی وقت تموم شد امروز این سا این مسیر به قلبتون بیارین که واقعا زندگیاتون عوض بشه شما رو دوست دارم دوست دارم که زندگی شما رو ببینم واقعا ایرانی ها رو ببینم سر بلند سر افراس شاد در زندگی باشین بدرود تا درودی دیگر مرسی که برنامه ما رو دیدین و گوش دادین تا هفته دیگر